دلیل انفجار در گمرک اسلام قلعه مشخص شد. به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید رو چینل وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. دلیل انفجار در گمرک اسلام قلعه مشخص شد. بازگشایی و شروع پذیرش محموله های تجاری. سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت با بازگشایی مجدد گمرک اسلام قلعه افغانستان همه کالاهای تجاری متوقف در مرز دو قرون غیر از محموله های سوختی از سوی گمرک اسلام قلعه افغانستان از امروز پذیرفته می شود. با گزارش رادیو دری روز 25 دلو بود با انفجار یک دستگاه تانکر حامل گاز در گمرک اسلام قلعه افغانستان حریق به کامیون های مجاور و سپس پارکینگ های کامیون های حامل گاز و آیل سرایت کرد و در این حادثه 500 دستگاه کامیون دچار حریق جدی شدند. هیئت بخش خصوصی و نمایندگان مجلس افغانستان در بررسی میدانی از گمرک اسلام قلعه هرات اعلام کردند علت آتش سوزی اخیر در این گمرک نمونگیری غیر اصولی گاز مایع از سوی اداره استاندارد و شرکت قراردادی بوده است. در حادثه گمرک اسلام قلعه افغانستان هم مرز دو قرون ایران 5 میلیون دلار کالاها کاملا در آتش سوخت و 500 کامیون نیز پس از حریق و انفجارهای متعدد آسیب جدی دید. آن زمان اعلام شد 2500 دستگاه کامیون پشت مرز دو قرون ما منتظر هستند که شامل کامیون ها است که قرار بود از مرز دو قرون عبور کنند، اما به دلیل حادثه اسلام قلعه عبور نکردند و همچنین کامیون هایی که پس از حادثه اسلام قلعه با بازگشایی مرز به داخل خاک ایران آمدند. اما امروز سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر از بازگشایی مجدد گمرک اسلام قلعه خبر داد و گفت پس از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه افغانستان از روز گذشته به صورت محدود کامیون های حامل و کالاهای سریع الفساد از سوی این گمرک پذیرش شد و از امروز نیز با اعلام طرف افغان امکان ارسال همه کامیون های تجاری متوقف در مرز دو قرون به غیر از محموله های سوختی فراهم شده است. با گفته صدر روح‌الله لطیفی این تصمیم صرفاً برای کامیون های متوقف در مرز دو قرون است که حدود 2500 دستگاه است و نزدیک به 2000 دستگاه از آن دارای محموله های تجاری غیر سوختی هستند و شامل محموله های جدید نمی شوند. با گفته لطیفی بر همین اساس تعطیلات ثانوی تخلیه کامیون های مرز ورود محموله های جدید و دو قرون ممنوع است. سخنگوی گمرک اظهار کرد محموله های سوختی شامل بنزین، گاز مایع، گاز آیل می شود که فعلا بنا به اعلام طرف افغان پذیرش آنها توسط گمرک اسلام قلعه صورت نمی گیرد. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر بدرود. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم.